التماس دعا از همه عزیزان و همه حسینی
مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا يومهم الذي
صدق الله العلي العظيم. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی چه فراغی. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم. کربلا واسم ضروریه حسین، اربعین اوضاع چجوریه حسین، کار من امسال صبوریه حسین، دارم میمیرم. نمیرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. جوونیم فدا سر ساقی، چه فراقی چه فراقی. آرزوم را مشایشم، کربلاییشم باهات همسایشم، پرچم سرخه بشه آسایشم، آروم جونم. این روزا عطر عقاقیو میخوام، تلخی چای عراقیم میخوام، گریه تو سهنه ساقیم میخوام، آروم جون من آرام لازمم، دلم تنگم، روزگارم ببین به هم خورده. شیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نتوسل الیه، ثم الصلاة و السلام على نیر الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدا را قسم میدیم به حق مصیبات زینب کبرا سلام الله علیها، درد و رنج خاندان سید الشهدا علیهم السلام، باقی مانده عمر همه ما، همه دوستداران اهل بیت رو در دوران ظهور ولی الله الاعظم مقدر بفرماید.
و انشالله همه محبین اهل بیت از شر این ویروس منحوس انشالله خداوند متعال حفظ بفرماید. یکی از مباحثی که کمتر در منابر بهش پرداخته شده و امروز شاید یکی از پایه‌های مهم شبهاتی است که خاصه وهابیت نسبت به مکتب تشیع دارند، این هست که دعوت کنندگان سید الشهدا به شهر کوفه، اینا آیا شیعیان و محبین علی ابن ابی طالب بودن؟ کیا دعوت کردن امام حسین؟ دینشون چی بود؟ آیینشون چی بود؟ که بعد مثلا در چند روزی یا آن ورق برگرده همون کسانی که با شوق با ذوق ابی مختف می نویسد که 80,000 نفر با مسلم ابن عقیل بیعت کردن. حالا بعضی میگن عدد خیلی بالا گفته، اما به هر حال هزاران نفر بوده، قطعا بیش از 10,000 نفر فقط با حضرت مسلم بیعت کردن. حالا چه اتفاقی میفته؟ همون انسان ها بر می گردند، از یاری امامشون دست بر می دارند، به غیر از اون یه عدهشون در لشکر دشمن امام قرار می گیرند و بعد مثلا وقتی که خاندان آل الله وارد کوفه میشه، وارد شام میشه، کف میزنن، هل هله میکنن. بله آقا، مصیبت ها سر جای خودش گریستن داره، واقعا مصیبت معظمه ها سنگینه. اینطوری نیستش که ما فکر بکنیم که حالا مثلا این مصیبت سبکیست یا از این نوع بیان حقیر بخواد این تعبیر بشه که میخوایم سطح مصیبت رو بیاریم پایین. اما عرض حقیر این هستش که با گریستن تنها و بدون نگریستن ما به جایگاه مطلوبی که حضورمون در محافل اهل بیت علیهم السلام بناس ما رو به اون جایگاه و سرمنزل مقصود برسونه نمیرسیم. چون ببینید آیان و خواهرانی که صدای حقیر رو میشنوید، عرض به حضورتون که ما در جلسات اهل بیت حتی در باب مسائل ظاهری دین ما حضور پیدا میکنیم، عمل بهشون انجام میدیم، عمل به شاعر انجام میدیم، نه برای اینکه مثلا گریه کنیم که گریه کرده باشیم، عشق بریزیم که عشق ریخته باشیم، نماز بخوانیم که نماز خوانده باشیم. همه این عبادات وسیله است که ما رو به یه سرمنزلی رهنمون بکنه، به یک هدفی برسونه که به تعالی برسیم، به رشد برسیم. واقعا بررسی بکنیم چه اتفاقاتی افتاد، چه ایراداتی بود، چه مسائلی بود. عشق سر جای خودش، گریه سر جای خودش، بسیار ارزشمند، خدا توفیقشو به هر کسی نمیده، اما این نگریستن رو رها نکنیم. این اتفاقی که متاسفانه ما در بعض از جلسات میبینیم میفته، یعنی خیلی ها هستن فقط به گریستن تنها اکتفا میکنن. تو اگر نگریستن رو رها بکنی، به نوعی الان ما هم دعوت کننده امام زمانیم دیگه. غیر از اینه خب ما میگیم اللهم عجل لولیک الفرج، خدای فرج آقامو رو برسون، داریم دعوت میکنیم، از خدا میخوایم که تعجیل بکند در ظهور ولی الله العظم. همونطور که یه عده سید الشهدا رو دعوت کردند، حالا من ببینم که واقعا اونها چه ضعفی داشتن، چه ایراداتی داشتن که امام من غریب ماند، امام زمان من و امام حی من غریب نمانه. اول یه بررسی میکنیم بافت جمعیتی کوفه رو که اون شبهه‌ای که ابتدا عرض کردم پاسخ داده باشیم، و بعدم انشاءالله عرض به محضرتون که بعض از ایراداتی که بعضی از شیعیان داشتند رو خدمت عزیزانمون بیان خواهیم کرد. خب کوفه زمانی پایتخت حکومت علی ابن ابی طالب بوده. خوب گوش بدید شبهه رو. کوفه‌ای که زمانی پایتخت حکومت علی ابن ابی طالب بود، تاریخ نوشته که شیعیان از اقصی نقاط عالم هر جا زندگی میکردن، همه آمدن حرکت کردن که معیت و محضر امیرالمومنین رو درک بکنن، یعنی ساکن کوفه شدن از اقصی نقاط بلاد اسلامی، شهرهای مختلف، کشورهای مختلف. خب اون سوالی که مطرح میشه، آیا اینهایی که نام نوشتن برای سید الشهدا، همونطور که یه عده‌ای مطرح میکنن، اینا شیعه بودن و بعد مقابل امام قرار گرفتن، یا پشت مسلم بن عقیل رو خالی کردن، یا مقابل حضرت مسلم قرار گرفتن؟ دین اینها چی بود؟ ببینید عزیزان من، ما وقتی به کتب تاریخیمون رجوع میکنیم
بعد از شهادت علی ابن ابی طالب علیه السلام در دوره خلافت معاویه، یکی از کارهایی که او انجام داد این بود که اون مراکزی که محل تجمع شیعیان بود رو اونها رو متفرق بکنه شیعه رو، چون نگران بود که اینها دوباره متمرکز بشن، به هر حال نقشه‌ای بر علیه حکومت او صورت بگیره و ضرر ببینه. اون دوره ملک و به هر حال پادشاهی او بخواد به خدشه‌ای وارد بشه بهش. اولین کارهایی که او انجام داد، یکی از اولین کارهایی که انجام داد این بود که گفت اون مراکز تجمع رو بلخص اولین شهر کوفه، شیعیان رو متفرق کنید. برای این کار هم یه شخصیتی رو به نام زیاد ابن ابی، که حالا شما برید در طول تاریخ بخونید زیاد ابن ابی چه خصوصیات اخلاقی بدی داشته، چقدر قسی القلب بوده، چقدر جنایت کرده، زیاد ابن ابی رو به فرمان روایی شهر کوفه گماشت. به او گفت آقای زیاد، اصلی ترین مأموریتت این هست، این محفلی که شیعیان به هر حال به محبت علی ابن ابی طالب به شمع وجودی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب جمع شدن، اینو متلاشیش کن، شیعه نماند، اکثریت نباشه، حداقل آزادم هستی، دستت بازه، میخوای به قتل برسونی شیعه رو بکشیشون، میخوای تبعیدشون بکنی تبعیدشون کن، میخوای اونها رو زندانی کنی زندانیشون کن، نفی بلدشون کن، اینجا محل تجمع نماند که ممکنه بعدا بر علیه حکومت من شوری صورت بگیره. اتفاقا زیاد ابن ابی هم دقیقا همین کارو کرد. زیاد آمد و بسیاری از شیعیان در دوره زیاد ابن ابی تبعید شدن به سه شهر، موصل، قم و خراسان. فواصل شهرها هم دقت بکنید، یعنی فاصله ها انقدر زیاد در نظر گرفته شد که اینا نتونن سریع دوباره تجمع پیدا بکنن. موصل، قم و خراسان. یه عده ای رو هم کشت، یه عده ای رو هم زندانی کردش. خب ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب آقا پس اینا این که نامه نوشتن برای حسین ابن علی دعوتش کردن، اینا از چه باب ارادت به حسین داشتن؟ اینکه شما میگی اکثریتشون شیعه نبودن که، در دوره زیاد ابن ابی خب متفرق شدن یا مثلا نفی بلد شدن، تبعید شدن یا کشته شدن. ببینید عزیزان من، از سه باب اون اکثریت ارادت داشتن، سه دلیل برای ارادت به حسین ابن علی علیه السلام داشتن. اولین دلیل این بود که اونها حسین رو نوه رسول الله که میدونستن، که از باب اینکه نوه پیامبر رو بهش محبت داشتن. دوم، حسین ابن علی رو از صحابه می دونستن، چون به نظر غیر شیعه صحابه کسانی هستن که فقط پیغمبر رو دیده باشن، خب حسین هم دیده بود دیگه، او رو از صحابه می دونستن. و سوم که به نظر من مهمترین دلیل هست، اونها طعم حکومت عدل علوی رو چشیده بودن و می گفتن خب این حسین پسر همان علیست، اگر حسین بیاید ما دوباره کار به یه جایی می رسی که اون حکومت عدل علوی رو درک خواهیم کردش. ارادت هاشون از سر اعتقاد نبود، اینکه فکر بکنیم اعتقاد به امامت او داشتن. مثلا یکی از کسانی که نامه نوشته شبس ابن ربیعه، شبس شیعه نبود که. شنیدید تو روزه ها میخونن براتون که برای امام حسین نامه نوشتن که بچه هاتو بیار، نمیدونم درخت هامو میوه داده، خانواده هامو منتظرن، خانوادت هم بیار ازشون پذیرایی بکنن. دو بار شبس ابن ربعی نامه نوشت، از طرف قوم و قبیله خودش هم نوشت. دو بار تو نامه شبس ابن ربعی همین نکته لحاظ شد. یعنی اون کسی که، یکی از اون کسانی که خیلی تأکید داشت ازت پذیرایی میکنیم، شبس بود. شبس شیعه نبود که. شبس از باب تشیع سید الشهدا رو دعوت نکرد. یعنی عقیده نداشت که او خلیفت الله فی ارضه هستش. حالا ارادتش از این سببی بود که عرض کردم خدمت عزیز. یه عده هم عرضم به حضورتون که بله شیعه بودن در کوفه، اما خب این شیعیان رو به شدت تحت نظر داشتن. محبین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به شدت تحت نظر داشتن، بعضی حتی پنهانی زندگی میکردن. ما حتی در روز عاشورا هم میبینیم که وقتی سید الشهدا علیه السلام فرمود برای چی مقابل من مظلوم
ایستادید، جمله‌ای که فریاد زدن گفتن بغضاً لأبیک. خب شیعه بغض امیرالمؤمنین نداره که ای که بیان بشه. ببینید عزیزان من، شما عزیزانی که به حال ما حضوران هم خدمتتون بودیم در مرکز اسلامی فرانکفورت، با این مطالبی که عرض میکنم، شاید اگر اهل مداقه‌ای در امور دینی باشید، اهل دقت باشید، عادتا مواجه میشید، چون شبهه برای اینکه تضعیف بکنن عقیده شیعه رو خیلی زیاد هستش. فلذا خواهشم این هست، من اگر انتخاب کردم این موضوع رو، شاید میتونستم موضوعهای دیگه ای رو بهش بپردازم، اما میخوام تو اون جایگاهی که به هر حال حفظ دینداری شما ارزشمندتر از دینداری هستش که ما داریم اینجا در ایران به هر حال رعایت میکنیم، اونجا اگر با این شبه مواجه شدیم، یه موقع فکر نکنیم جمعیت کوفه مثلا نه شیعیان بودن، چون بعضی ها میگن شیعیان خودشون دعوت کردن، خودشون هم امام خودشون رو کشتن، خودشون هم دارن عزاداری میکنن. نه، اینطور نبودش. مثلا وقتی آقا فرمود بغضاً لأبیک، من در تاریخ میدیدم که مثلا بچه هایی که باباهاشون تو نهروان در جنگ با علی ابن ابی طالب کشته شده بودن، اینا اومدن انتقام خون پدرشون رو از پسر علی علیه السلام بگیرن، که انقدر وضعیت روز عاشورا اسفناک بود. مثلا دو تا از اینها روز عاشورا فریاد زدن، گفتن حسین ما از تو بدمون میاد، از بابات علی هم بدمون میاد. اینجور نیستش که فکر کنی الان این حرفو داریم میزنیم از باب علاقه است، ما آمدیم برای قتل تو و آمدیم کشتن تو رو ببینیم. اما حسین، ما به این وضعیت هم راضی نبودیم که اینطور بخوان باهات برخورد کنن. بغض بود آیان، کینه بود عزیزان. شیعه کینه نداره. خود سید الشهدا فریاد میزنه وی حکم یا شیعه آل ابی سفیان، وای بر شما ای شیعیان آل ابی سفیان. خدا فریاد میزنه. به غیر از این که شما فرماندهان لشکر عمر صدر رو نگاه بکنید، اینا چه کسانی بودن؟ این افراد مثلا بینشون شمر بود، سنان بود، خولی بود، عرض به محضرتون که عمر صدر بود، کدومشون از بعد عقیدتی شیعه بودن؟ پس این مطلب که آقا بیان بشود که شیعیان حسین ابن علی قاتلان حسین ابن علی بودن، از لسان هر بزرگواری اگر بیان بشه، چون ما در مکتب تشیع غالب جسارت نیستیم، این مطلب مردود هست. و اگر کسی یه مقدار تاریخ خونده باشه، این شبهه رو به راحتی میتونه پاسخ بده. اما بعض از شیعیان در یاری امامشون کوتاهی کردند، خطاهایی داشتند. یعنی چی آجا؟ یعنی مقابل قرار نگرفتن، نجنگیدن، ضعف‌هایی داشتن که سعی میکنم با ذکر مثال چند موردش رو خدمت عزیزانمون عرض بکنم که درس هم بشه برامون، یعنی هم شبهه پاسخ داده باشیم هم انشاءالله درس گرفت. بله، عرض کردیم بعضی از شیعیان به واسطه یک کوتاهی هایی که ما تو زندگیمون غالبا اصلا بهش توجه هم نمیکنیم، یعنی فکر نمیکنیم که این کوتاهی ممکنه ما رو از یه فیض بزرگی محروم بکنه، اونها محروم شدن از یاری امامشون. درسته گفتیم مقابل امام قرار نگرفتن، اما مع امام، یعنی کنار امام و در زمره یاران امام هم قرار نگرفتن. اینو بررسی بکنیم، اون شبه هم پاسخ داده شد. یکی از افرادی که در تاریخ اسلام به نیکی ازش یاد شده، شخصیتی است به نام ترماه ابن عدی. اگر که خاطرتون باشه، برادر ایشون حجر ابن عدی در محبت امیرالمؤمنین زبان زد هستش. خود ترماه هم همینطور بود و این خانواده از محبین و شیعیان علی ابن ابی طالب بودن. مثلا عرض بکنم براتون، بعد از جنگ جمل امیرالمؤمنین میخواست یه نامه‌ای بنویسد برای معاویه. در بین اصحابش اون کسی که معتمد علی ابن ابی طالب بود، یعنی آقا خیلی بهش اعتماد داشت، چون نامه محرمانه بود و بعد نامه رو میبرد، ترماه بود. که حالا یه داستان جالبی هم داره، میگه وقتی که وارد قصر معاویه شد، حالا با اون شکوه و جلال شما فکر بکنید، اون نشسته، وقتی که وارد شد اینطور خطاب کرد که السلام علیک ایها الملک، سلام بر توی پادشاه. خب حالا این خورده بار معنایی خوبی نداشتش، خیلی به هم ریخ. گفتش که چرا به من میگی پادشاه؟
چرا به من نمیگه امیرالمؤمنین؟ چرا ما تو اون وضعیت، یعنی همه دشمن، همه اون کسانی که اصلا ممکنه هر آن بخوان او رو مثلا به قتل برسونن، رو کرد بهش گفت اگر مؤمنین ماییم، امیر المؤمنین من الاولین الی الاخرین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستش، ما امیری غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام برای مؤمنین سراغ نداریم. قرآن هم تصریح میکنه یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، ای کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید به خدا، ای کسایی که ایمان آوردید به الله آمنوا، در روایت داریم در تفاسیرمون هم هستش، در تفاسیر روایمون فرمود آمنوا به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی ببینید تا اینجا وایساد، در کوفه هم پنهان شد، با یکی از رفقاش به نام مالک نامی بودش، فرار کردش بعد از اون جو خفقانی که در کوفه بود، رسید محضر ابا عبدالله علیه السلام در منزلی به نام عزیب الهجانات. حالا عزیب مثلا شیعتی مهما شربت و ما از بین، یه جایی که مثلا یه مقداری آب خنک داشت، امام ایستاده بود تو منزلگاه برای استراحت. رسید و یه شرح وضعیت و مواقعی از کوفه برای امام حسین گفت. خبر شهادت قیس ابن مسهر هم با آقا داد. بعد آقا فرمودش خیلی خوب، شما دو نفر چه میکنید؟ مالک گفت من نمیمونم آقا، من زن و بچه دارم میرم. امام فرمود برو. خب رفت. به ترماه گفت شما چی؟ شما میمونی یا میری؟ گفت آقا من یه سری آذوقه برای زن و بچه هم تهیه کردم، اینها رو میبرم بعد بر میگردم. آقا فرمودش که باشه. می نویسن عزیزان در تاریخ وقتی که ترماه داشت می رفت، سید و شهدا صداش کرد، فرمود ترماه دیر نکنی ها، دیر نشه ها. آیان ترماه رفت برگشت دقیقا تو همین منزلگاه، یعنی عزیب الهجانات، دقیقا تو همین منزلگاه با یه عده‌ای برخورد کرد. گفتن ترماه کجا میری؟ گفت میرم کوفه یاری حسین ابن علی. گفتن تمام شد، حسین رو کشتن، خانواده حسین ابن علی، فرزندان حسین ابن علی آواره شدن. که من میگم شاید ترماه زد تو سرش، که شاید من اون آذوقه رو میتونستم بدم کس دیگه هم ببره، اما از فیض معیت امامم، یعنی جزء شهدای کربلا نوشته بشم، محروم شدم. گناه نکرد، معصیت نبود، مؤاخذه هم نمیشه، امام فرمود برو برگرد، اما خودش رو از یک فیضی محروم کرد. ما در زندگی هامون عزیزان من یه لحظاتی پیش میاد که پیغمبر تعبیر میکنه ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، ای مردم خدا یه نسیمهای رحمتی تو زندگی شما به وزیدن در میاره، بناشم بر این هست دست شما رو بگیره راه 100 ساله رو یک شبه برید. فرمود الا فتعرضوا لها، بعضی از نسخ داره الا فتمتعوا بها، ازش استفاده کنید، پسش نزنید، شاید اون دیگه تو زندگیتون تکرار نشه همونجوری که برای ترماه تکرار نشد، همونطور دیگه داستان عاشورا در طول تاریخ تکرار نشدش. ما هم به واسطه شؤون اجتماعیمون الان باید نگاه بکنیم که اون بزنگایی که من میتونم یه عملی انجام بدم و اون عمل زمینه یه رشد سریع من در باب مقامات معنوی باشه، اون عمل رو ازش فاصله نگیرم، دیر و زودش نکنم، دقیقا در زمان خودش. امام حسین در دعای عرفه چی میفرماد؟ پیامبر خدایا من به یه جایی برسم که دوست نداشته باشم اون چیزی که تو دوست داری بعداً انجام شه، الان انجام شه. اونی که خدایا تو دوست داری و میپسندی الان و فوری انجام بشه، من بخوام تأخیر درش بندازم. یعنی این باید حواسمون باشه، این فرصت پیش میاد. حافظم میگه برقی از منزل لیلی، برقی دائم نور نیست، دائم نمی درخشه، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد. میگه که اون برق تو زندگی شما پیش میاد، اهل معرفت تعبیر میکنه به جذبه ها، ما یه سلوک داریم، یه جذبه، سلوک همین نماز و روزه و عبادت و روزه‌ای که هست، جذبه. خب وقتی میبینن شما اهل نماز و عبادت و روزه و روزه‌ای، خدا میخواد بیشتر بهت کمک کنه، خود اون رحمت خاصش شامل حالت بشه، چون زمینش هم داری دیگه، اون دستورات دینی رو بهش عمل کردی، برات مهم بوده، بی توجه نبودی بهش، فرصت رو پیش میاره. حالا تو از این فرصت استفاده میکنی یا استفاده نمیکنی؟ این خیلی مهمه. من یه داستانی براتون نقل بکنم از علامه مجلسی رحمت الله علیه. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه
یه شاگردی داشت به نام اسد نعمت الله جزایری. حالا شما ببینید با این داستان هر کسی شأن زندگی خودش جایگاهش رو در نظر بگیره. تو اون غربت یه موقع میتونی دست یه بچه شیعه رو بگیری بگیر. یه مرکزی هست داره ترویج مکتب تشیع رو انجام میده. بابا وهابی‌ها پایکارن. می ایستن. من بچه شیعه نباشم. من از توانم اونی که میتونم واقعا از حد اکثر توانم استفاده نکنم. اگه بنا باشه یه چیز ثبت و ضبط بشه بعد تو تاریخ ماندگار باشه برای من، اگر بتونم یه کاری انجام بدم. هر کسی به قدر وسع خودش. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شاگردی داشت علامه مجلسی به نام اسد نعمت الله جزایری. اینا بعد از مدتی که به هر حال شاگرد و استاد بودن با هم رفیق هم شدن، با هم گپ میزدن، حرف میزدن، یه قراری گذاشتن، گفتن اگر شد ما بعد از مرگ مثلا هر کدوم زودتر مردیم دیگری رو مثلا اگر مثلا شد یه خبری از عالم بعد از مرگ به دیگری بدیم. علامه این مجلسی زودتر از دنیا رفت. این داستان معروفه بین علمای ما. زودتر از دنیا رفتش. استاد نعمت الله میگه نماز خوندم براش، قرآن خوندم. او رو دیدم و گفتم که محمد باقر چه خبر از اون عالم؟ یه قراری ما با هم داشتیم. گفت واقعیتش که واقعیت امر وقتی که ملک الموت منو قبض روح کرد، من میدیدم خانوادم رو که گریه میکنن، بعد منو آماده کردید، تجهیز کردید برای اینکه من رو ببرید دفنم کنید. بدن رو که داخل قبر گذاشتید و رفتید، اینجا یه روایت بگم، امیرالمومنین فرمود سوالاتی که از متوفا پرسیده میشه کی شروع میشه؟ برای خیلی همون سواله. فرمود موقعی که صدای پای اون کسایی که تشییع کردن و دفن کردن، صدای پای اونها قطع میشه، یعنی انقدری فاصله میگیرن که اون صدای پای دیگه به این قبره، به این متوفا نمیرسه، اون ملائکه برای سوال میان. علامه نجدی فرمود شما منو دفن کردید، رفتید، ملائکه آمدن. خب محمد باقر چی آوردی؟ گفتم نماز، روزه. حالا نگاه میکردن، قبولم بود. خودشون گفتن یه عملی انجام دادی که نشون میده تو نمازت صادقانه گفتی یا که نبود. روزه تو رو به سمت بندگی سوق داد. این که میگم عبادات وسیله است، اینجا دقت بکنید. یعنی یه نشونه حتی برای خود ما هم الان تو زندگیامون میتونه پیش بیاد. یعنی خودم رو محک بزنم که با یه عملی خودم میگم خب راست گفتم یا که نبود. اینجا تعلق دنیا اسیرم نکرد. یه عملی انجام دادی به واسطه اون همه اونها قبول و به مقامات میرسی. گفتم اون عمل چیه؟ به من بگید. گفتن محمد باقر یادت یه موقعی از جای رد میشدی، دیدم یه خونه سر صداست، پرسید اینجا چه خبره؟ گفتن یه بنده خدای بدهکار طلبکار اومده طلبشو میخواد، اینم نداره بده، داره داد و بیداد میکنه، آبروش داره میره. من رو علامه رفته بودن جلو به اون طلبکار گفته بودن که خب چقدر مبلغ طلب تو؟ پرداخت کرده بود طلبش رو. اون بنده خدایی که بدهکار بود میگه دست به آسمان بلند کرد، گفت محمد باقر آبرومو تو دنیا خریدی، خدا بهت آبروی دنیا و آخرت بده. علامه این مجلسی، محمد باقر مجلسی، اگر به جایی رسیدی چون اون دستگیری تو و گذشتن تو از مال دنیا تجلی حقیقت ایاک نعبده بود، یعنی خدایا فقط تو رو میپرستم، تعلق به دنیا ندارم، دست بنده خدا رو گرفتی، دعای او مستجاب شد، تمام اعمالت از سر صدق بود، بسنجیم واقعا در زندگی هامون. حالا برای ایشون اینطور پیش اومد، من مثالی زدم که تقریبا به ذهن بشه. برای خیلی از ما یه جای آبرویی بخری، یه جایی به قول امروزی ها ریش گرو بذاری، بالاخره به یه کسی فرصت بدن بتونه مثلا بدهیشو دیرتر پرداخت بکنه. به هر حال ببینیم دیگه این فرصت در زندگی ما ممکنه دیگر پیش نیاید. خب شب اربعین سید الشهدا علیه السلام هست. میدونم که دل خیلی از شما کربلا و حرم سید الشهدا علیه السلام هستش و هر سال دعوتون بر این بود که خودتون رو برسونید. یه بخشی از دوستان سعیشون بر این بود که خودشون رو برسونن هر جور شده به عراق و زیارت اربعین رو حضور پیدا بکنن. خب متاسفانه به واسطه این ویروس منحوس امسال نشدش.
قطعا من به عنوان عضو کوچکی از خانواده نوکری اهل بیت یاد عزیزانمون خواهم بود. شما هم دعا بکنید، توسل بکنید که انشالله به لطف سید الشهدا به زودی قدم همون کربلای معلا برسه، این ویروس شرش از سر عالم کنده بشه. خب شب اربعین هست و غالبا شب اربعین توسل ما به عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیها است، اون خانمی که تجلی توحید بود. شما ببینید در صفات حضرت زینب که میفرماید که امام سجاد شام عاشورا هم نماز شبش ترک نشد، اما نشسته نماز شب میخوند. آمدم جلو گفتم عمه جان، من نماز شب خوندن از شما زیاد دیدم، اما همیشه ایستاده بود، چرا امشب نشسته نماز شب میخونید؟ من از شما میپرسم واقعا جا داشت بی بی دو عالم گله بکنه و بگه توی نصف روز همه هستی من رو ازم گرفتن، اما به خدا ذره گله نکرد. گفت برادرزاده شما که خبر داری، 3 روز آب و نان رو جیره بندی کردن. مرحوم شیخ جعفر ششتری میفرماد وقتی سر از بدن امام حسین جدا کردن، سید الشهدا هم گرسنه بود هم تشنه بود، هم گرسنه بود هم تشنه بود. من سهمیه آب و نان خودم رو دادم بچه های حرم، اونها گرسنه نمونن، اونها تشنه نمونن. امروز هم خواستم رو پام بیستم و بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، اما دیدم زانوان زینب رمق نداره. نشستم و گفتم الحمدلله رب العالمین. همون زینبی که وارد گودال قتلگاه میشه، دست میذاره زیر بدن برادر، فرماد اللهم تقبل من هذا القلیل من القربان. حسینی که همه هستی اوست، اما وقتی اراده خدا، وقتی خواست خدا بر این تعلق گرفته، فرماد خدای در مقابل اراده تو حسین من هم قلیل من القربان هستش. می نویسند که کاروان رسید کربلا. تعبیر مقاتل ما این هست که این بچه ها و این اهل بیت رسول الله مثل برگ خزان از مرکب ها پایین می ریختند. کسی پایین نمی اومد، هر جوری که می تونستند خودشون رو پرت می کردند رو این قبور. این همه اسارت، این همه سختی، این خاندانی که با عزت زندگی کردن، میسن در احوالات از زینب وقتی میخواست بره سر قبر مادرش فاطمه زهرا، دورش و حسن حسین محارم میگرفتن که را رفتن زینب رو نامحرم نبینه، را رفتن زینب رو نامحرم نبینه. چه بر سر این خاندان آوردن این دشمنان اهل بیت. هر کسی یه قبری رو بغل کرده بود، فرمان از زینب آمد کنار قبر برادر، شروع کرد درد و دل کردن. برادر خوب آبرو تو حفظ کردم، فریاد زدم و حقانیتت رو به گوش عالم رسوندم. مجلس یزیدی که مجلس هلهله بود تبدیلش کردم به مجلس گریه بر حسین علیه السلام. محکم ایستادم، هیچ جا کم نذاشتم برادرم. فرمود برادر از هر چی میخوای از زینب بپرسی بپرس، من سرم بالاست، من سربلندم. اما برادر یه جا واقعا اینطور نبود، نتونستم دیگه کاری بکنم. از 3 سالت رقیه از من نپرس. رقیه رو خرابه شام جا گذاشتم، تلاشم رو کردم، اما عرض حقیر این هست که اون 3 ساله خرابه شام دق کرد و از دنیا رفت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. انشاءالله به زودی حرم سید الشهدا کنار عزیزانمون مشرف بشیم. خدا را قسم میدم به حق عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیها، خواهران ما، دختران ما، همسران ما، عاقبت به خیر بفرماید و انشالله ما را حسینی زنده بدارد و حسینی بمیراند. هدیه کنید نثار در گذشتگان خودتون، پدرهامون، مادرهامون، پدر حقیر، دوستداران آل الله، و یادی بکنیم از شهید بزرگوار حاج قاسم عزیزمون. شادی روح همه این بزرگواران صلوات بفرست. به امید نگاه تو هر قدمم پر شورم و دل شده ی حرمم،
میدونم آلوده و سنگ دلم، برا دیدن تو دیگه تنگ دلم شده، عشق تو بغض و بهونه من، تب و تاب تو شونه به شونه من، میوزه تو مسیر حریم حسین بوی عطر شما و نسیم حسین، زیر قبه میرم به هوای فرج، دم لحظه به لحظه دعای فرج، میدونم شنوای دعای منی، سفر همه درد و بلای منی، چه کسی شده لایق بخشش تو که ببینه عصر درخشش تو، ای زیور پرده بیت الله توی رگهات جاری سار الله، کوله بارم و دوباره بستم و دل به جاده های آشنا زدم، اسم تو روی لبم نفس نفس، یاد تو هم سفرم قدم قدم، هم به یاد روزه ها پر از غمم، هم به شوق روی تو پر از سرور، یه چشم عشق غم مرثیه هاست، یه چشم عشق دعاهای ظهور، یه چشم عشق دعاهای ظهور. تن خسته من شده یاور تو، شده پیرو عمه مزتر تو، تا ببینی روز وفای منو، تا بگیری دست دعای منو، دریای سخاوت این درگه، شکوه اجابت این درگه، دیگه سر میرسه تنها فرصت که برای دعا بدهی رخصت، این سیل حسینی در پی توست، شنوای ندبه و ناله توست، سرگشته شور و نوای تو هم، شوریده شال عزای تو هم، که نشینم یک دم در بر تو، برسم به شفاعت مادر تو، روی دوش تو پرچم سرخ حسین، به این منتقم غم سرخ حسین، کوله بارم و دوباره بستم و دل به جاده های آشنا زدم، اسم تو روی لبم نفس نفس، یاد تو هم سفرم قدم قدم، هم به یاد روزه ها پر از غمم، هم به شوق روی تو پر از سرور، یه چشم عشق غم مرثیه هاست، یه چشم عشق دعاهای ظهور، یه چشم عشق دعاهای ظهور. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن،
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توام وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. اللهم سرحني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین. به جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست، در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست. ره نجات حسین است، دوستی حسین به سوی حق به جز از این طریق راهی نیست. دلا بر کربلای معلا و تو حرم اربابمون سید الشهدا علیه السلام، خوشا به حال اونایی که الان مانند پروانه دور قبرش میگردن. انشاءالله تذکره کربلای هممون را هم امضا کنن امروز، به همین زودی تو حرمش باشیم و اونجا عرض ادب کنیم، برا غربت و مظلومیتشون گریه کنیم، بریم سر سفره زیارت اربعین بنشینیم و با این زیارت مولامون رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على ولی الله و حبیبه، السلام على خلیل الله و نجیبه، السلام على صفی الله و ابن صفیه، السلام على الحسین
مظلوم الشهید السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک الفائز بکرامتک اکرمته بالشهاده و حبوته بالسعاده و اجتبیته بطیب الولاده و جعلته سیدا من الساده و قائدا من القاده و زائدا من الزاده و اعطیته مواریث الانبیاء و جعلته حجتا علی خلقك من الاوصیاء فعذر فی الدعاء و منخ النسخ و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادك من الجهالة و حیرة الظلالة و قد توازر علیه من غرت الدنیا و باح الذهوب بالارض للادنا و شراخرته بالثمن الاوکس و تغترس و تردا فی هوا و اسختک و اسخت نبیک و اطاع من عبادک لشقاق و النفاق و حملت الاوزار المستوجبین النار فجاهدهم فیک صابرا محتسبا حتی سفک فی طاعتک دمو و ستبیح حریم اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما حالا خودمونو برسونیم به ذریعه شش گوشش بگیم السلام علیکم یا ابن رسول الله السلام علیکم یا ابن سید الاوصیاء اشهد انک امین الله و ابن امین عشت سعیدا و مضیت حمیدا و مت فقیدا مظلوما شهیدا و اشهد ان الله منجز ما وعدک و
مهل کن من خذلک و معذبون من قتلک و اشهد انک وفیت بعد الله و جاهدت فی سبیل حتی اتاک الیقین فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عادى بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الإسلام الشامخ والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهم ماتو من ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآلام الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين آمين رب العالمين السلام على قلب زينب السبور ولسان الشكور زينب 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 یه جمله هم سهم همه شهدامون اموات هممون همشون بهره ببرن زبان حال بی بی دالم زینب کبرا سلام الله علیه است سفر کردم به دنبال سر تو داداش سفر کردم به دنبال سر تو سفر گشتم برای دختر تو عزیز دلم چهل منزل
کتک خوردن برادر، به جرم این که بودم خواهر تو. به جرم این که بودم خواهر تو، برای اربلا آماده بودم، چکوهی روی پا استاده بودم. اگر قرآن نمیخواندی برادر، به پای نیزت جان داده بودم، به پای نیزت جان داده بودم. حسین جان، حسین جان، حسین جان، صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟